בארצות הברית, וגם עכשיו עלינו כאן בישראל, ראינו לא פעם שלישראל יש אפשרות לפעול בעומק. איראן, ספק אם הם יגיעו לש... ملاحظه فرمودی دوستا چرفشایی در ایران فقط حسین و اسماعیل قاهانی و سلامی به عنوان مجرم شناخته شدن و اینها بیشتر هم تاکید دارن که حماس از کارم خدمتتون که زیر نظر قطر هست و غیره با اینکه خود خامنه‌ای روز اول اعلام کرد که بهرام این از این مسئله که بگذاریم دوستا چرفشایی مسئله نفوذ بیگانه و دشمن یادتون نره دشمن ایران هم جهانی است یعنی به یک کشور مربوط نمیشه که مثلا صدام حسین حالا میخوام بگیم صدام حسین خودش نوکر روس و انگلیس بود بگفته پادشاه و که ثابتی هم در صحبتاش اشاره میکنه روس و انگلیس اینها حامیان صدام حسین بودن و غیره از همون قدیم قدیم که حسن البک رئیس جمهور حالا یه نکته ای که خیلی مهمه تامی الان که من با شما دارم صحبت میکنم صدام حسین تو ایران داره حکومت میکنه در برنامه با شما مهربانگر استاد چرفشایی چندین بار اسناد مهمی را ارائه کردم که اصلا علی شمخانی که خب برو حالا گذاشتن کنار اسناد ارائه کردیم که علی شمخانی و گروه منصورون و یک سری از عمرای بالای سپاه کنونی اینا آدمای صدام حسین بودن چون اینا یه گروه تشکیل داده بودن منصورین برای تجزیه خوزستان و و و و بگذاریم خب اینا که الان سردارشون هستن اما نکته مهم اینه استاد چرفشایی از هنگامی که جنگ شروع شد تا پیش از جنگ صدام حسین در ایران نفوذ داشت نقش داشت که ارتش رو نابود کنه خلبانهای درجه یک به جرم و به اتهام واهی کودتا اینا کشته بشن تضعیف بشه حتی همه فکر می‌کردیم سابقه قره‌باغی اون بیطرفی رو نوشته امشب پرویز ثابتی گفت که اون اعلامیه بیطرفی توسط فردوس نوشته میشه و تعیین میشه چون فردوس رو شاه تعیین میکنه به عنوان جانشین نظامی خودش وقتی از کشور خارج میشه همون موقع اینها میخواستن که ارتش به مردم تیراندازی کنه زمان محمد رضا شاه چندین هزار نفر رو بکشه که بعد مردم حمله کنن اسلحه خونه اسلحه رو بیرن ارتش رو کلا نابود کرد خوشبختانه ارتش سالم موند تونست دفاع کنه بعد چقدر کودتا آوردن چقدر به اتهام کودتا این عراقی های نفوذی در ایران که دیگه گفتم حتی همین نقدی رو که الان همه کار است باشه که بازداشتش کردن یه سال بعد انقلاب در رضاییه به جرم جاسوسی برای صدام حسین بعد که آزاد میشه حالا ببینید تا چه